عجب اشتباهی کردم. یه شعر رو همچنان ادامه میده. این توقفه، این ایستادن، یه جا آدم میگی میمونه. من گاهی این تلویزیون های مختلف رو میبینم، افرادی رو میبینم که در سال 57 متوقف شدن، چون اونجا مورد دشمنی قرار گرفتن، دیگه روش نکردن. تصویرهای سیاستشون، جهانشون، دنیاشون با سال قبل سال 57 برابره. هرگز روش نکردن، هرگز روش نکردن. با بچه های خردسال مدرسه ای ایرانی اینها نمیتونن ارتباط پیدا بکنن، اونا که میخوان حکومت رو بیان به دست بگیرن و اوضاع رو درست بکنند و هر روز داعیه بلندی در سر میپرورانن، اینها حتی با بچه های دبستانی ما نمیتونن حرف بزنن. یعنی اینقدر اینها ضعیفن و اینقدر بیگانن. اینا متحجر و متوقف در سال 55 56 موندن. هنوز هم میتونن اون فیلم ها رو ببینن، هنوز هم میتونن به اون اطوار بر ارضاشون بکنه. اینا متوقف شدن، اینو میگن توقف، ایستادن. یه جای آدم یه دفعه تو سر چیزی میخوره، 50 سال آدم یه جا متوقف میشه. این 50 سال میگفت که کاش اون روز فریب این زن رو نمیخوردم و به بازار نمیرفتم. به جای شهادتینش هم همین رو میگفت، حتما نکیر و منکرم ازش بپرسم من ربک، اون تصویر رو دوباره تداعی بکنه براش. هیچ از اون تصویر دیگه نمیتونه خارج بشه و انسان به این دوگمه ها غالبا گرفتار میشه. هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. این دنگی عقله، یعنی عقلش دوگم شد. این همون دوگمه، دنگ، حماقت عقل، یعنی دوگماتیزمه، باطلاق عقله، باطلاق عقل. بعضی ها در دانششون متوقف میشن، یه مقدار از مردم میان بالا میشن، مثلا پزشک میشن، پزشک، و دیگران پزشکی رو نمیدونن، اون میدونه. حالا سطح پزشکی در جامعه یه جایی میرسه که همه آدم ها بیش از اون میدونن، ولی اون در همون دانشی که از اونها بالا اومده و در اونجا توقف کرده میمونه. که مولانا داستانش رو میگه، پیرمرد میاد میگه که چشمم تاره، طبیب وقت قیافه این رو میبینیم میگیم پیری، میگه از پیریه، میگه زانوهام میلرزه، میگه از پیریه، در حقیقت نمیتونم راه برم، از پیریه، هر چی میگه میگه از پیریه. این عصبانی میشه، میگه ای مدمق، عقلت این حکمت نداد که خدا هر درد را درمان نهاد. اینقدر عقلت اینقدر نمیرسه که خدا هر درد را درمان داده، عصبانی میشه. پس طبیبش گفت که عمر تو 60، این غضب، این خشم هم از پیری است. این که عصبانی شده، اینم از پیریه. اگر هر چیز دیگری میگفت دوباره از پیری بود. این دیگه اونجا توقف کرده، در اونجا دوگم شده، دیگه از اون دوگم نمیتونه خارج بشه. هر استدلالی شما برای پاشیدن موقعیت او و نجات دادن او از اون هنجاری که گرفتار شده به کار بگیرید، او استدلالهای شما را میبلعه و به کام خودش میگیره و دوگماتیزم خودش رو تشدید میکنه. رو اشداء علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار باش. اینها دیگه نتیجه گیری های مولانا از این حکایت مختصر هست، که این نتیجه گیری ها تا اونجایی پیش می رود که باعث بشه مولانا دوباره به یک تداعی جدیدی وارد بشه و اون تداعی جدید مولانا رو ببره به یه داستان دیگه. مدام مثنوی این چنین پیش میره، یه داستان، حکایت، قطعه تاریخی بیان میشه، یه تمثیل. اون تمثیل را مولانا انقدر درش درنگ میکنه، درنگ حکیمانه، اینجا صبر دیگه، درنگ حکیمانه، تا یک دفعه یک گشایش تداعی شکل میگیره، مولانا را از اون درنگ به یک باغ با صفای حکایت دیگر و در بساط اون حکایت معناهای ناب و دلانگیز دیگر میکشه، که انشاءالله در جلسات دیگر از پی این تداعی ها راه خواهیم رفت.
بفرمایید.